با درود فراوان حضور بینندگان گرامی و ارجمند تلویزیون ایران فردا من سیروس مشکی حقوقدان و وکیل دادگستری خوشوقتم که بار دیگر این توفیق رو دارم که در خدمت بینندگان گرامی ایران فردا باشم برنامه در جستجوی عدالت که اختصاص دارد به مباحث حقوقی تاریخی و اجتماعی روزهای پنجشنبه از ساعت یک بعد از ظهر به وقت غرب امریکا به نظرتون میرسه و بازپخش اون هم در زمانهای دیگری هست وجود داره و هم همواره میتونید این برنامه رو در روی آرشیو برنامه های تلویزیون ایران فردا تحت عنوان در جستجوی عدالت یا از طریق یوتیوب تقریب بفرمایید و اگر هم نظرات و پیشنهادات یا پرسش دارید ممنون می شوم که با ایمیل بنده سیروس مشکی at gmail.com cyrus gmail.com مطرح بفرمایید و من در خدمتون هستم در شروع برنامه امروز باید با نهایت تاسف اشاره داشته باشم به وقایع خونباری که در هفته های اخیر در پاریس و در پایتخت کشور مالی در غرب افریقا اتفاق افتاد و گروه های افراتیون مذهبی از آیسس یا داعش یا القاعده در پاریس در شش نقطه حمله کردند در کنسرت هال باتالکان بیش از 130 نفر رو قتل عام کردند و صدها نفر رو مجروح کردند و در مالی هم در حمله گروگانگیری که در هتل رادیسون بلو انجام شد در پایتخت مالی بیش از 27 نفر جان خودشون رو از دست دادن در رابطه با این قضایا که به عقیده گروهی شاید آغاز جنگ سوم جهانی است یعنی افرادگرایان مذهبی از کشورهای خاور میانه و کشورهای اسلامی از یک طرف با جهان متمدن امروز در تعارض و نزاع و منازعه قرار گرفتند و به نوعی جنگ سوم که البته یک جنگ کانونشنال و متعارف به شیوهی که میشناسیم نیست بلکه جنگی است که ملل متمدن دنیا با عقب ماندگی و واپس رفتگی دارند و باید دید که کدام بالاخره پیروز میشن هرچند که عقاید افراطی و عقاید عقب افتاده رو نمیشه با جنگ و به زور اسلحه حذف کرد و اصلاح کرد یا از بین برد که البته در این زمینه من در برنامه آینده بحث بیشتری خواهم داشت و طبعات حقوقی و اجتماعی اون رو در رابطه با مهاجرت های گروهی که همکنون از سوریه و عراق و افغانستان و حتی کشورهای دیگری مثل ایران به اروپا سیل جمعیتی که هجوم آورده و به امریکا مطرح خواهم کرد اما خبر تاسفبار دیگری که داریم این هفته گذشته در گذشت ترانه سرا و شاعر گرانمایه ایرانی آقای رحیم معینی کرمانشاهی بود معینی کرمانشاهی که در 92 سالگی در بیمارستان جمع در تهران دارفانی رو ودا گفت در واقع کسی بود که تحول بسیار زیادی در تران سرایی مدرن ایران ایجاد کرد بسیاری از ترانه جاودان و به یادماندنی که با صدای خانم نظیر مرزیه و دلکش و هایده و اینها اجرا شده کار معینی کرمانشاهی بود او همچنین شاعر توانایی بود شعرهای بسیار زیبایی گفته یکی از سرودهای او تحت عنوان عجب صبری خدا دارد به گمان من بعد از شعر کوچه زندیات فریدون مشیری شاید محبوب ترین و معروف ترین شعر معاصر ایران باشه که همه شنیدند و همه دوستش دارند مرحوم معینی کرمانشاهی در سالهای اخیر به یک کار <محن> بزرگ و کارستان همت گمارده بود و آن تدوین و تصنیف یک شاهنامه از دوران بعد از شاهنامه فردوسی به این ور هست یعنی تاریخ ایران رو به نظم در آورده بنده اطلاع ندارم که در پایان حیات موفق شد که این کتاب رو به پایان برسونه یا ناتمام مونده ولی امیدوارم که آنچه که ایشون سرودند و ظاهرا بیش از هزاران بیت هست هرچه زودتر چاپ بشه و در اختیار علاقهمندان قرار بگیره یکی از زیباترین قضل هایی که معینی کرمانشاهی سروده بود و بسیار مورد علاقه منده هست غزلی است که با ردیف گاهی وجود داره و من با اجازهتون چند بیتش رو به یاد زنده یاد ماینه ما کرمانشاهی براتون میخونم میفرماد که خانمان سوز بود آتش آهی گاهی خانمان سوز بود آتش آهی گاهی ناله ای میشکند، پشت سپاهی گاهی گر مقدر بشود سلک سلاطین پوید سالک بی خبر خفته به راهی گاهی قصه یوسف و آن قوم چه خوشپندی بود به عزیزی رسد افتاده به چاهی گاهی عشق در چشم فریبنده ترت می در دل موج ببین صورت ماهی گاهی دارم امید که با گریه دلت شاد کنم ببخشید دارم امید که با گریه دلت نرم کنم بهر طوفان زده سنگی پناهی گاهی یادش به خیر و روح شاد باشه اما در قسمت دیگری این برنامه اجازه بدید که به یکی دو سوالی که بینندگان گرامی توسط ایمیل برای من فرستادند و خواستن که من در این برنامه بهشون جواب بدم اشاره بکنم دوست عزیز و بیننده گرامی از تهران که مرغوم فرمودن من دبیر بازنشسته پنجاه ساله هستم و همچنین فیلمساز هم هستم در تهران زندگی می امروز برنامه شما رو از شبکه ایران فردا دیدم که در مورد خانم تبدر بود من اگر خاطرتون باشه در یک دو هفته قبل در مورد اقدام قهرمانانه قاضی ایرانی خانم اشلی افسانه اشلی تبدر که وزارت دادگستری امریکا رو تحت تعقیب قرار داده بود و پیروز بیرون آمده بود از این اشاره کردم ایشون فرمودن که تلاش و مبارزه خانم تبدر رو برای احقاق حق خود و همچنین حمایت از ایرانی ها که طی دو سال دنبال کردند و در نهایت پیروز شدند، من هم بسیار خوشحال شدم و این سبب آشنایی من با شما و ایشان شد بعد سوال فرمودند که در 2014 در قره کشی لاتاری برای گرین کارت امریکا برنده شدند و بعد از مصاحبه دوبی که به اتفاق همسر و پسرم رفتیم به ما کارت آبی دادند و بعدا متوجه شدیم که به کارمندان دولت برای تحقیقات برگه آبی میدن حال خبری نشد و ما از طریق سایت که همچنان دنبال کردیم و متوجه شدیم زمان گذشته و ما مردود شدیم از آنجا که علتش را نمیدانم به نظر شما میشود شکایت و پیگیری کرد یا نه در مورد این سوال بعد عرض کنم خدمتتون که شکایتی به جایی نمیتونید بکنید چون برنده شدن یا گرفتن گرین کارت برای خارجی ها یک حق محسوب نمیشه بلکه یک پریویلیج و یک امتیازه و این هم تابع زمانهای های خاصی است که دولت اعلام میکنه اگر شما در وقتی که مقرر هست نتوانید اقدام بکنید اون حقتون ضایع میشه بنابراین متاسفانه اون از بین رفته است بر اساس آنچه که شما مرغوم فرمودید و بهتره که اگر مایلی از طریق لاتاری اقدام کنید دوباره اقدام بفرمایید سالی یک بار معمولا با مدت سی روز در ماه نوامبر این اتفاق میفته و این اجازه رو میدن که علاقه مندان تقاضای گرین کارت از طریق قره کشی رو انجام بدن سوال دیگری که بیننده گرامی فرمودند این است که در یکی از سایت هایی که آنلاین پیدا کردن روی کامپیوتر یک شرکت خدمات مهاجرتی در کانادا اعلام کرده که این یک محسسه است که زیر نظر نمیدونم اداره مهاجرت امریکا است و خیلی کارش درست است و اگر میخواهید بیاید گرین کارت بگیرید از برای کانادا و سرمایه گذاری بکنید با من تماس بگیرید و اینا و فرمودن که آیا این معتبر هست یا نه اصولا در مورد اقداماتی که شما مایلید برای مهاجرت چه به امریکا چه به کانادا بکنید از روی این مؤسسات خدماتی احتیاط رو باید از دست ندید برای اینکه بسیاری از اینا متاسفانه توسط کسانی شروع شده یا برگزار می شود که جو سوجویی هدف دیگری ندارند و معمولا همون صلاحیت یا اون اجازه ها و اون دانش حقوقی رو ندارن برای اینکه این کار رو انجام بدن اگر خواستید با مؤسسه یا مرکزی برای مسائل مهاجرتی خودتون در اروپا یا امریکا تماس بگیرید باید تحقیق بفرمایید که حتما جزو وکلای رسمی دادگستری اون کشور باشند عناوینی از قبیل مؤسسه مهاجرتی و نام شناخته شده و نام رسمی و اینجور چیزها فقط جنبه فریب و خدعه داره بنابراین مطمئن بشید با کسی که تماس میگیرید وکیل رسمی اون کشور باشه و اجازه داشته باشه صلاحیت و تحصیلات لازم رو برای این کار داشته باشه در غیر این صورت واقعا موارد هولناکی بنده دیدم و شنیدم که کسانی که سرمایه خودشون از دست دادن و امیدهای خودشون و وقت خودشون در یک موردی چند سال قبل که در همین کالیفرنیا اتفاق افتاد و آقای رو اف بی آی گرفت و به جرم اینکه ایشون بدون اینکه تحصیلات حقوقی یا پروانه وکالت داشته باشه ولی با عناوین متقلبانه مثل دکتر و همکار وکلای رسمی و از اینجور جور عناوین گمراه کننده و گول زننده از مردم پول می گرفت و به جای اینکه کار اونها رو انجام بده یا لاقل بفرسته برای وکلایی که این کار این صلاحیت این کار رو دارند خودش فقط اطلاف وقت می کرد و ایشون وقتی که گرفتن و به زندان رفت بیش از چهل و یک پرونده ناتمام او همه گرفتار شدن خیلی از اینا که به ما مراجعه کردن در برای اینکه کارشون رو ادامه بدیم یا اساسا شروع بکنیم از ایران تماس می گرفتند و من یادم میاد که چند نفر بودند که گریه کنان و آه و افسوس کنان اعلام می کردن که تمام دار و ندار و سرمایهشون و تنها آپارتمان مسکونی رو فروختن در اختیار این آقا گذاشته بودن و متاسفانه همه اونها از بین رفته بود خب به اجازه بدید که به یک موزیک ویدیو توجه بکنیم باز میگردم و به دنبال برنامه خواهم پرداخت خب بینندگان گرامی بعد از دیدن این موزیک ویدیوی زیبا باز میگردیم به دنباله برنامه در جستجوی عدالت غیر از مطالب متفرقه و اخباری که در قسمت نخست برنامه برسون رسوندم در این قسمت مایلم راجب به یک کلاهبرداری عجیب و غریبی که در امریکا صورت گرفته به اطلاعاتون برسونم به قصد این که روشنگری باشه و آگاهی باشه برای کسانی که هنوز فریب این گونه افراد سوچو و کلاهبردار رو میخورن ببینید در یک حرفه ای که در سالهای اخیر خیلی گل کرده و پیدا شده و شکوفا شده اون چیزی که اینجا بهش میگن فورچون تلینگ یا پیشگویی آینده یا فالگیری یا حالا نوع دیگریش همون رمالی و جنگیری و جادوگری که ما در فارسی و زبان فارسی هم داریم اما در امریکا این ماجرای فورچون تلینگ یا پیشگویی آینده و فالگیری به دلیل اینکه جز مصادیق آزادی بیان محسوب میشه که در اصل اول متمم قانون اساسی امریکا تضمین شده خیلی ها میتونن به عنوان فورچون تلر برن و بیزنس لایسنس بگیرن یعنی جواز کسب بگیرن و تابلوی بزنن و دکانی بزنن و شروع کنن از مردم پول گرفتن در بسیاری از خیابان‌ها یا محله‌های شهرهای مختلف امریکا شما تابلوهای فورچون تلینگ رو میبینید آگهی کردن که فال تاروت یا کف دست یا فال قهوه و انواع و اقسام این شامورتی بازی ها رو در میارند از ده دلار به بالا چارج میکنند و بعد اشکال کار این است که بعضی از اینها که زرنگتر یا حقبازتر هستند از گرفتاری های ویژه بعضی از افراد که با ساده به اینها مراجعه می کنند نهایت سوء استفاده رو به عمل میارن به عنوان اینکه فرد گم شده تو رو ما برات پیدا بکنیم یا شغلی رو که میخوای برات پیدا کنیم یا مهر تو رو در دل کسی بیاندازیم یا برات شوهر پیدا کنیم یا برات زن پیدا بکنیم آخرین اتفاقی که در این زمینه افتاده در نیویورک یک خانومی است که تصویرش هم در اینجا خواهش کردم از آقای سپر کارگردان فنی برنامه به نظرتون برسونن خانم پرسیلیا کلی دلمارو این دوشیزه در نیویورک دکانی دارد برای همین فالگیری و پیشگویی آینده و اینها دو سال قبل آقایی به ایشون مراجعه میکنه که میگوید که من با دختر خانومی دوست بودم اون دختر خانوم با من قهر کرده و از من جدا شده و بعد هم فوت شده و من چنان درگیر عشق آن مرحومه هستم که حاضرم هر کاری بکنم برای اینکه دوباره او رو به دست بیارم خب صورت مسئله رو که نگاه میکنید متوجه میشید که با یک فرد این مراجع این مشتری یک فرد نه تنها ساده بلکه ابله بوده که فکر میکرده که حالا دوست دختر سابقی رو که داشته و فوت شده حالا چگونه میخواد توسط یه آدم دیگه یک فالگیر و رمال برگردونه به دنیا و به زندگی خودش این خانم پرسیلیا وقتی که متوجه سادگی و بلاحت این شخص میشه شروع میکنه به سوء استفاده کردن یعنی به او میگوید که تو اگر به من پول کافی بدی من میتوانم یک پل طلایی در عالم مجاز ایجاد بکنم شیطان رو که باعث شده این دختر از تو جدا بشه و فوت بشه شکست بدیم ماشین زمان رو تو رو در ماشین زمان میگذارم و اون دختر رو هم روحش رو در ماشین زمان میگذارم باز میگردونم به این دنیا در قالب یک دوشیزه دیگری همان دختر میاد و با تو متحد می شود و یونایتد میشه و با هم یکی خواهید شد 18 ماه این ماجرا به طول میاند یعنی 18 ماه این مرد رو معطل میکنه به عنوان اینکه من دارم الان اقدامات لازم رو انجام میدم که این دختر خانم از اون دنیا برگرده و به تو بپیونده و حتی در این مدت هم گاه خودش هم نقش یک مشوقه رو برای این مرد ساده بازی میکنه که خوب نگرش داره و به اصطلاح در تلسم جادویی خودش نگه داره در مجموع 550 هزار دلار یعنی بیش از نیم میلیون دلار ظرف 18 ماه از این آقا میگیره تمام دار و نداره شد داستان جالب اینجاست که این آقا که خب علاز شغلی خیلی موفق بوده و درآمدی داشته پس انداز کلش در زندگی صد هف... ببخشید 700 هزار دلار بوده قبل از اینکه این به خانم پرسیلیا کلی دلمارو مراجعه بکنه برای یافتن آن گرفرند قایب به یک رمال دیگری مراجعه کرده بوده و او هم 150000 هزار دلار از این رو گرفته بوده و بعد این متوجه شده که خب اون کاری نمیتونه بکنه مراجعه کرده به این یکی و این دفعه تمام دار و رو داده یعنی اگه در مرحله اول 150 هزار دلار به مال قبلی داد در اینجا تمام 550 هزار دلار بعد از دو سال که متوجه میشه اتفاقی نمیفته و دیگه تمام دار و ندار رو داده و حتی خونه و زندگی و کارش هم دست میده تبدیل میشه به یک فرد معیوس غمزده هوملس بی خانمان و شروع میکنه در گوشه و کنار خیابان لس آنجلس زندگی کردن بالاخره متوجه میشه که یک کاراگاهی هست در کالیفرنیا که ایشون تخصصش تقریب این رمال هایی است که پول های عظیم از مردم میگیرن و بعد ناپدید میشن و خودشون رو در جایی پنهان میکنن این مرد که آقای نیال رایس اسمش هست این مردی که گول خورده و 700 هزار دلار سرمایه رو به این ترتیب دست داده به این کاراگاه مراجعه میکنه و تا شروع میکنه در منزل او خوابیدن چون جایی نداشته بره زندگی کنه و از اون میخواد که بره این رمال رو پیدا کنه چون خانم پرسیلیا بعد از اینکه 550 هزار دلار گرفته بوده ناپدید شده بوده دکونش رو بسته بوده به احتمال اینکه برود جای دیگری مثلا تابلو بزنه و کار کنه و این آقای کاراگاه میره اون رو پیدا میکنه و به اداره پلیس نیویورک گزارش میدن دادسرای نیویورک برای این خانم یه پرونده تشکیل میشد در هفته یا دو هفته گذشته محاکمه این انجام میشه و به لارسنی یعنی سرقت بزرگ از درجه فلونی درجه چهار محکوم میشود حالا تا اینجا قضیه خوبه ولی اشکال این کار این است که چون گفتن که ایشون سو استفاده کرده از ساده لوحی اون آدم ولی اون آدم هم خودش رفته و با میل خودش این قرارداد قراری رو بسته بنابراین این خانم نه مجبور است که به زندان برود نه محکوم است که پولی رو پس بده به آقای رایس و لذا 550 هزار دلار رو میتونه نگه داره ضمن اینکه یک سابقه جرم جنایی هم در پروندهش ولی پیدا شده که بعدها میتونه در موارد آینده تشدید کنه مجازات های کارای بعدیش رو جالب اینجاست وقتی این پرونده رو من داشتم تقریب میکردم دیدم در یک مورد دیگری شخص دیگری که یک هنرپیشه سینما هم هست برای نیازهای خودش به یک فالگیر دیگر بیش از 900 هزار دلار یعنی تقریبا یک میلیون دلار پول داده که اون فالگیر بتونه دردی از او دوا کنه و کاری رو که این میخواد انجام بده که مثلا در یه فیلمی نقش عالی بش بدند و بتونه معروف و مشهور و اینها بشه و اون رمال بی انصاف هم نزدیک یک میلیون دلار رو از او اخازی میکنه و خب طبیعتا وقتی که متوجه میشه که شخص به جانه میرسه به همین سیستم قضایی متوسل میشه و اون رمال رو مورد تقریب حقوقی قرار میدن و البته در اون مورد بیشتر اون پور رو میتونن پس بگیرن و برگردونن از رماله این دو نمونه ای که هست کردم ما رو به این وا می داره که یه خورده بنشینیم و فکر کنیم در قرن بیست و یکم هنوز کسانی هستند که چنین اعتقادات خرافی و انحرافی دارند و هنوز کسانی هستند که با استفاده از این اعتقادات خرافی و ضعیف بودن رأی و اندیشه آدم ها آمادند که کلاه اونها رو بردارند و دار و ندار و هستی اونها رو ازشون بگیرن بنده یادم میاد که در اوایل که دفتر وکالت خودم رو در امریکا دایر کرده بودم یک بانوی ایرانی مراجعه کردم به من گفتن که من میخوام برای من اجازه کار بگیری و به بیزنس لایسنس و من وقتی گفتم که شما چه کار هستید ایشون گفتن که من جادوگرم برای جادوگری میخوام جواز کسب بگیرم خب برای جادوگری طبیعتا شاید نشه جواز کسب گرفت ولی خب به عنوان وقتی تحقیق کردم و پرسیدم ازشون که عملا شما چه کار میکنید چه جادویی به کار میبرید اینا ایشون دو حوزه فعالیتشون رو به من گفتن یکی این که میتونن همین آینده افراد رو پیش بینی بکنند و دوم این که با نیرویی که در دست هست میتوانند تمام بیماری های سعب العلاج رو مرهم بگذارند و خوب بکنند و گفتن مثلا اگر کسی که گوش پشت هست و گوزی در پشتش داره من دستم رو میگذارم روی پشت او و این مثل موم آب میشود و از بین میره و شخص قامت خدنگی پیدا خواهد کرد یا اگر که مواردی باشه که حتی سرطان طرف داشته باشه یا سل داشته باشه من میتونم با نیروی دست های خودم اینها رو درست کنم خب من تحقیق کردم دیدم بله در به خاطر زمانتی که قانون اساسی امریکا از آزادی بیان و آزادی شغل کرده این شخص هم میتونه جواز کسب بگیره و دکانی برای خودش باز کنه و این کار رو کردیم جواز رو گرفتیم و ایشون تا سالها که من یادم میاد در اینجا بودند و آگهی میکردند که آینده شما در دستهای منه و برای به اصطلاح بهبود یا درمان بیماریهای های العلاج، علاج خودتون وقتی که از پزشکان ناامید شدید به من مراجعه کنید. در تمام این موارد و تمام این سالها من میدونستم که این موضوع جز خرافه و جز اوهام چیز دیگری نیست و خوشبختانه دیگه ایشون هم کار رو تحتیل کردن و رفتن ولی امیدوارم که این مواردی که عرض کردم آخرین مواردی باشه که افراد به دام این گونه شیادان و سودجویان میفتند تا برنامه بنده روز روزگار بر شما خوش